طرف طبیعی تو جنگل دنیا رفت، فکر نکن یه چیز زیبایی بود و فلان و این دلیلی که آقا میگن دیگه، یارو مرده کچل بوده قدش 1.40 نمیدونم فلان، بعد میرن سر قبرش میری میگه اون موهای پریشونه اون قد بلنده، حالا باشه تو راست میگی میبندی دیگه. میخوای توی تاریخ نبندن، یارو میخواسته تهمت بزنه به داوود باید زنه رو بگی یه زن ملکه زیبایی نمیدونم چیه فلانه چیه چیه. هنوزم میخوان به کسی تهمت بزنن با همین چیزا میزنن، یعنی بشر هنوزم تو این داستان نقطه ضعف داره، میشه ازش سوء استفاده کرد. تهمت هم همینه، به تمام انبیا گفتن دیوانه، به تمام انبیا گفتن سلطه طلب زیادی خواه. بخونید قرآن دیگه، هر پیغمبری اومد گفت خدا، گفتن این میخواد بر شما غلبه کنه ها، میخواد ریاست کنه ها، دنبال قدرت ها، دنبال فلان ها. همه میخوام بگم تهمتاش همه جوره بوده. ادیان به هم نون قرض میدن، شما بیا نها کن ببین چیکار کرده ابا عبدالله، چه عاطفه ای خرج کرده، تو چه جامعه ای، توی جامعه ای که بیگانه است با عاطفه، چون با عاطفه بیگانه است، با هنر بیگانه است، با زیبایی بیگانه است، با رنگ بیگانه است. حالا میگه آقا عرب شعر میگفته، چی میگفته؟ راجع به شطرش میگفته، فکر کردی چی؟ یه آدم بد اخلاق خشن حسود حالا 10 دونه شطر هم داره، میدونی چی کار میکنه؟ این شعره چی بود؟ میگفت روا مدار که گدا معتبر شود، یارب اصلا گدا معتبر شود، میدونی چی کار میکنه؟ آدم خشن به قدرت برسه میدونی چی کار میکنه؟ بعضی وقتا این چیزا الان چون فهمش ذره بر ما صغیر میشه، این فیلم ها خوب نشون میده. حالا من کار ندارم، من جوری دارم اسم فیلم میگم، کار چیز ندارم، خواهی ببین خواهی نبین اصلا نمیدونم ازش چی میفهمی، نمیخوام چیزی رو تایید کنم کلا، میخوام بگم ایده فیلمی بودیم مردگان متحرک، یه آدم سطح پایینه، خلاصه عقده‌ایه نمیدونم چیه چی، یه جایی به قدرت رسیده بود، برای تنها چیزی که ارزش قائل نبود جون آدم ها. بعد کسافتکاری، آدم کشی یا میگه یه تیر میزد کله یارو میمیره، نه زجر بدی یکیو، مثلا جلو زن شوهره رو میکش به بدترین شکل، مثلا اسلحه داشت یه چوب داشت برشته بود بهش میخ زده بود با این میکش آدم ها رو، خب اصلا داری تیر بزن میمیره دیگه، نه نمیخواد بکشه این، این یه آدم خشنیه به قدرت دسته میخواد کسافت کاری کنه. تنها راه درمانش هم اینه که محبت رو بفهمه ها، نه که یکی بشی مثل خودش. برای همین شما نها کنید تو داستان که اولا امام حسین اصلا شبیه کوفیا نشده هیچ جا، سر سوزنی نقطه مشترک بین ابا عبدالله و کوفه پیدا نمی کنید، سر سوزنی اینا همدیگر رو هاشور نمی زنن، به هیچ وجه همدیگر رو پوشش نمی دن تو هیچی، هرچی اونا برای حسین بد می خوان حسین برای اونا خوب می خواد، هرچی اونا زشتن این زیباست، هرچی اونا خشنن این لطیفه، هرچی اونا کثیفن این تمیزه. اصلا یک من خیلی برای خودم سوال بود که آه شما یارو کشتین دیگه، شما میخواید برسید به حکومت دیگه کشتین، خب یه سری کارا دیگه دلیلشو باید بشینی فکر کن، شما مثلا اسب برداری جنازه ها رو تیکه تیکه کنی، این چه کاریه؟ تو به یه گوشواره رم نمی کنی، خیمه بر چه آتش میزنی؟ خب خیمه رو ببر غنیمت، این کارا چیه؟ بدین ریشه‌شو بهش فکر کنید در بیارید، حسادت کوفه است به حسین. من یه وقتایی میدونی آقا بچه‌ها سفر ارزون زیاد برید، سفر ارزون، من خودم تازه یاد گرفتم سفر ارزون، من دوستم سفر خارجی میره ارزون، یه پول بلیتشو اگه بزنم مجبور، اونم تازه میره نمیدونم اکونومی چی چی میخره، یه بلیتی میخره که
دیگه میگفت اونجا پتو هم بخواید سرد هواپیما رو سرد میکنن نامردا، پتو میفروشن. میگفت من پتو نمیخرم، مقاومت میکنه. همه چی هم از اینجا میبره، کنسرو و منسرو و فلان همه چی میبره قشنگ. اونجا مثلا 9 روز مثلا میره فرانسه، 10 روز میره مثلا فلان جا، ارزون، سفر ارزون. حالا فرانسه اونا رو ولش کن، همین ایران فعلا انقدر جا داری بری به چرخی ارزون هم باشه، سفر ارزون برید، آدم ببینید، حرف بشنوید، ببینید. این چشم مال دیدنه. من دیدم آدم سخاوتمندی سخاوت به خرج داده، آدم خسیسی کنارش بوده کینه اینو به دل گرفته که چرا تو خرج کردی. نه عجیبه این خرج کردیش نسبتی با هم نداشتن، هیچی، اصلا کاری به هم نداشتن، هیچی هیچی. خانومه از محارممونه، این داشته تو خیابون میرفته با بچهش بوده، موتوریه میاد توی پیاده رو، چون این موتوریه فکر میکنن همه جا میتونن برن، میرن دیگه بنده خدا. این دسته موتور خورده بود تو سر بچه، سرش شکسته بود. بعد این خانم خودش بالاخره پرستاری خونده چی بلده یه چیزایی، خلاصه گفته بود آقا بری. میگم من بهش میگفتم برو، ملت نمیذاشتن. نه خانم میدونی چقدر دیشه، یعنی ولشون میکردیم گفتم بده ما بدیم بگیریم، تو نمیخوای بده ما بگیریم. یعنی تش میبینی کوفه رو حسادت به عباد. تو چرا انقدر تمیزی؟ تو چرا انقدر لطیفی؟ ما داریم عربده میکشیم، تحقیرت میکنیم، نشستی با دخترت بازی میکنیم، حالا خودت و دخترتو له میکنیم بفرمی یعنی چی؟ چون ما خشنیم، ما از دختر داشتن لذت نمیبریم، ما با میگن دختر دار شدی چهرمو سیاه میشه، یه زغال میشیم، ما حال اون بر ما اصلا لطافت نداریم. تو که لطافت داری حال ما رو به هم میزنی، حالا یه جوری دخترتو خار میکنیم، خاطره تو یادش بره. اینه دا میگیرید. خواهم میگم تأثیر امام حسین. حالا ببین، حالا نم چی پرسید اینا رو گفتم بیالا گفتم آره میخوام مومن اینه، چون کثیفی توش نیست. مومن گفتم درخت توتو تکون بده توت میریزه، سنگ بزن توت میریزه، دمپایی پرت کن، چماق بزن، چوب بزن، هر کاری بکن، اصلا بکنش توت میریزه ازش، چون چیز دیگه نداره. مومنو فوش بش بده خیر میبینی. اذا خاطب هم الجاهلون قالو سلام مرو کراما. غیبتشو میکنی گفت وصدتنی لان آرد من گشتنی به نست دائم کارم الاخلاق. بعد میگه و اوکافی من قطعنی به سله. بعد راجب غیبت چی داره؟ میگه که و کسی که بد منو گفت الا حسن ذکر، من خوبی شده من اختابنی الا حسن ذکر، مثلا من مجازات میکنم هر کس که بد منو گفت من خوبیشو میگم، چون نمیتونم بد بگم. مومن اینجوری هر کاریش کنی ازش خیر میبینی، ازش بدی نمیبینی، چون نداره که ببینی. ما اینجوریم که میگیم ببین نزم روی من بیاد بالا، اون روز سگ من بیاد بالا، اون وقتی کاری میکنم تو پشت گوشم سرخ، یعنی من یه عوضیم که تو الون مندازی جلوش. الان نمیم قیافه روشن فکری من، اون روی من بیاد، ما یه روی دیگه داریم. مومن نداره. امام صادق فرمود 100 تا به مومن به طرفش میگه 100 تا بگی یکی نمیشنوی. ندارم آخه بشنوی چی بشنوی، نمیتونم، چیزی ندارم، نمیتونم بعد تو بخوام، نمیتونم بعد تو بگم، نیست چون تو وجودم، خواسته بد نیست. خب حالا صحبت خودمون رو بکنیم، چای منم که خوردیم و دیگه شما هم که تشریف دارین و من ببینم چقدر صحبت کنم. آره من یه 10 دقیقه رو صحبت کنم امروز و برای سر تایم بیاید که اشه یه کارایی کرد ظهره، برای نهار نیاد، یعنی قبلش هم بیاید صحبت کنم. ناری هم با هم میخوریم ولی صحبت کنیم با هم. یکی از عواملی که باعث شده امروز و تو این 1400 ساله خیلی ها نسبت به اسلام خوشبین نباشند،
رفتارها و برداشتهای خود مسلمان هاست از دین. یعنی بهانه رو ما خودمون دادیم بهشون. شما کافیه ترجمه یا همین ترجمه های قرآنی که دارین رو برای یک آدمی که خلاصه آدم منطقیه، آدمیه که به کمالات اخلاقی رسیده، آدمیه که اهل فکر، فیلسوفه، عارف، هرچی که هست، یعنی آدمیه که به کمال رسیده در یک سری از خصوصیات، براش بفرستید بخونه، خلاصه حالش از شما و دینتون و همه چی. و بعد براش تعجب میشه که اصلا چیه شما میخونید. و جالب اینه که کسی اینو بهتون بگه ناراحت میشید و اون وقت خود شماها همینا رو میخونید و هیچ درسی هم براتون نداره، چون هم ندارم دیگه هم نمیخونید. آخرین بار که قرآن خوندید کی بوده؟ آخرین باری که احساس نیاز کردید به قرآن کی بوده؟ آخرین باری که یه چیزی تو قرآن به درد زندگیتون خورد کی بوده؟ چقدر سخت حرف حساب زدن، خیلی سخته. کسایی که آبرو قرآن رو بردن، اگه بخوای راجع به قرآن باشون صحبت بکنی، به حکم همون قرآنی که خودشون آبروش رو بردن، شما رو تکفیر میکنن. مثل کسایی که با خلاصه شعار یا لسارت الحسین حکومت رو از بنی امیه گرفتن دادن به بنی عباس. مثل اونایی که با الله اکبر سنگ زدن به ابا عبدالله. مثل اونایی که تو صفین قرآن سر نیزه کردن و جلو علی وایستادن، و اونایی که کنار علی بودن و روبرو علی وایستادن. مثل 1400 سال تاریخ مسلمان ها. مثل اینکه ما الان بگیم قرآن تبیان لکل شیء، یه دونه نسخه تو قرآن در نمیاره برای زندگیمون. ادعامونه که قرآن برای همه چی نسخه داره. آخرین باری که به نسخه قرآن تو زندگیتون عمل کردید کی بوده؟ به من بگید ببینم. امروز صبح پاشدی به کدوم قاعده قرآن لباس پوشیدی؟ به کدوم قاعده قرآن عطر زدی یا نزدی؟ موهاتو شونه کردی یا نکردی؟ مسواک زدی یا نزدی؟ به کدوم قاعده قرآن با زنت صحبت کردی یا نکردی؟ با بچه‌مون صحبت کردیم یا نکردیم؟ به کدوم قاعده قرآن ماشینمون رو روشن کردیم، سوار شدیم؟ چجوری اومدیم؟ با مردم چجوری برخورد کردیم؟ به کدوم قاعده قرآن از صبح تا الان چند ساعت شده از صبح؟ حتی صبح بعضیه که یه ساعت بیدار شدن، اونایی که مثلا 6-7 صبح بیدار شدین تا الان هفتش ده ساعت، چند ساعت بیدارید؟ 7 ساعت بیدارید. توی 7 ساعت به کدوم حکم قرآن شما تصمیم گرفتین؟ چون 1000 تا انتخاب کردی از صبح تا الان. انتخاب کردی چی بپوشی، انتخاب کردی چی بخوری، انتخاب کردی چی بزنی به خودت، انتخاب کردی چه آرایشی داشته باشی، انگشتر دستت کنی یا نه، ساعت دستت کنی یا نه، چه جورابی بپوشی، چه رنگی بپوشی، چه ماشینی سوار شی، کجا پیاده شی، چی بخوری چی نخوری، چی خرج کنی، چی ببینی، چی بگی. خب این قرآنه به چه دردتون خورده؟ به چه دردمون خورده؟ خب برداشت های غیر منطقی، غیر منصفانه، غیر عقلایی، غیر علمی ما از دین که بیشتر اگه بهش نگاه بکنی سلیقه شخصیمونه، یعنی خودمونیم. الان شما امام حسین رو برای من توصیف کن. یه بنده خدایی، حالا بعضی دیدید صادقن، دمشون گرم دیگه، این گیر داده بود به حاج آقای ما که من مادرم فوت شده، شما بیا ختم مامان منبر. بعد آقام هم گیر داده بود که خلاصه حاج آقامون گیر داده بود که خب مثلا بی خیال و مثلا ختم کسی نمیده حرف گوش کنه، ختم میرن که ختم باباشون بیان خالی نشه، زایی نماشه. ختم که منبری هم میزنن آخر مال تمونده حلوه ها صحبت میکنه آج آقا.
دیدید که تو آج آقا میره منبر نگاه تموم شد همه میرن، بعد این معنی هم باید صحبت کنه، این رسم مسخره. خب وقتی کسی نمیاد پایین دیگه چین برای کی صحبت میکنه؟ ستونا صحبت میکنیم والا کسی حال نداره گوش کنه تو برای کی صحبت میکنی؟ ول کن بابا دلت خوشه. یه پاکتی هم مثلا میدن نمیدونم چه جوریه، من که خودم چایی هم نمیخورم تو خط، کلا مرده خوری کلا بدن میاد، چه برسه بخوام کسی چیزی بگیرم. همین خط ممکن ما رفتیم دیگه گیر دادن گفتم بیا منبر، بعدم بهش گفتم من بلد نیستم، چون از نظر من مرگ خیلی چیز جذابیه، حالا شما خیلی بده تو بابات مرده میگه حالا خرجمو کی بده دیگه، کی بار بکشیم کی کار کنه ما بخوریم، زنم میگه حالا شوهر کجا گیر بیاریم بعد این همه سال با این بودیم، مثلا چه جوری حالا دیگه کسی ما رو نمیگیره دیگه، اون نگه فلان کی واسه مرده گریه میکنه، زن مگه بدونی مرده چیه گریه میکنی، مگه چیزی شده، مثلا اینکه مثلا اقوام رفته تهرون گریه نداره که، اولا که تو هم که باید بری یه جوری گریه میکنی اینگاه قرار بمونی، حالا میریم هممون دیگه 50 سال دیگه هیچ کدوم من و شما اینجا نیستیم، مثلا رو کره زمین ما نیستیم. چقدر جزمه هر وقت به این فکر میکنم کیف میکنم، هیچگی نیست، این همه دعوا علکی بوده، این همه دعوا بین بشر علکیه، 50 سال دیگه هیچ کدوم ما نیستیم، یه گروه دیگه ای هن که وارث دعواهای مان، مثل ما که وارث دعوا بابا همونیم. گفت مجروح جنگ های نکردم، حالا ما اصلا با کسی دعوا نداریم، ولی خب دیگه دعوا کردن قبلنا، دودش داره تو چشم ما میده، مردن. حالا این گیر داده بود بیا دیگه، آج آقا راضی شد گفت باش، گفت حالا مادرت یه خصوصیتی چیزی بگو، مثلا چیز خوبی داشته، مثلا رفتار خوبی، ما اینو بهانه کنیم، به این بهانه نکته برای مردم بگیم. گفت آج آقا مادر ما یه چیزی تو وادی های مثلا حضرت زهرا بود، حالا یه ذره پایین تر. یعنی آج آقا میگفت فهمیدم طایفه تعطیله. واقعیت اینه که این فهم میکنه حضرت زهرا که مثل ننش یه ذره بهتر. خب اگه اون حضرت زهرا مامانت باشه حتما تو هم امام حسنی داشتم، امام حسین دیگه. خب واقعیت اینه، خودش حسن حسین میگه ما، میگه آقا ما اگه جای امام حسین بودیم اینجوری میشد. خب تو واقعا خودت جای امام حسین میدونی؟ جای امام حسین میدونی؟ اون وقت هرچی که تو عاشورا نبوده تخیلات تو ساخته. این فیلم فوتبالیستان یادتونه؟ کی اینو ساخته؟ ژاپنیان دیگه، یا ژاپن یا کره است یا چینه دیگه، از این سه تا خارج نیست، ژاپنی بود. چشاشون چقدر بود؟ دو تا چراغ بنز بود، یه کله آویزی، یعنی وقتی چشه تو تصویر بزرگتر از کله سوبازا بود. خب آقا شما ژاپن نرفتین؟ دیگه فیلماشون رو که دیدی اینا چشاشون، آقا یه خط یه نقطه اون وسط هم یه نقطه داره، چرا باید چشش اینقدر بزرگ باشه؟ خب ها بزرگ باشه، چش بزرگ دوست داره، مثل تو که قد بلند خوشت میاد، برای همین هرچی آدم خوب تو ذهنت ساختی قدش چیه؟ بلند. تو منطقه کویری اینجا قد کوتاست، چون آفتاب بالاست قدا کوتاست، درختاتون هم کوتاست، استایل دیگه، جغرافیا تأثیر میذاره رو قد و قواره. خوبه؟ قدت کوتاست، قد بلند دوست داری، هرچی خواب میبینه آدم خوبه. آش خباس قومی جلو حرم آقا خانم معصومه به یکی از این مغازه‌دارا گفته بود مفاتیح الجنان دادی؟ گفته بود با اینو آش خباس قومی نوشته، آقا محدث بزرگ شیخ عباس قومی. گفته بود آقا شیخ عباس منم، شیخ عباس طول و عرض ارتفاعش یکی بود، قد کوتاهی گرد و خوش بود. گفته بود آقا شیخ عباس کس نفهمه، هیچ کی نمیخره، همه فکر میکنن صاحب این کتاب دو متر قد داره، راه میره از عباش نور میریزه، تو کی آقا میشید با برای همین عکسش رو شاب نمیکردن. این عقده اینه داره که قد بلند باشه، قد همه رو بلند ببینه. دومه آقا از این دره نمی اومد، تو انقدر قدش بلند بود. بعد یه چیزایی دیگه میره تو اسطوره افسانه سازی، زشتش میکنه، حتی تصویر رو زشت میکنه دیگه. نمیخوام یه چیزایی بگم اعصابتون خورد بشه دیگه، خودتون الان فهمیدید چی دارم میگم، ولش کن. ببین امام حسین ساخته اندازه خودش، حضرت زهرا ساخته اندازه مامانش،
پیغمبر ساخته اندازه باباش. تمام احادیث رو هم با همین مزاج تفسیر رو فهم میکنه، همینجوری بیان میکنه. خب یه آدم به کمال نشسته وقتی اینا رو میبینه میگه اینا چی داری برای اینا میگن، اصلا چه زیبایی داره. آقا شما زندگی خودت نگاه کن، 10 سال پیش یه چیزایی رو زیبایی میدونستی، الان زشت میدونی. یه آدمی دنبال پول بوده، همه چی رو پول میدید، الان به پول رسیده، بعد میگه آقا یه رفیق پیدا نمیشه. آقا همه نام، مگه تو خودت مردی کردی به این پول رسیدی؟ تو خودت هم اصل نامرد بودی تا رسیدی بهش. حالا که رسیدی بهش دیگه اون حسه حالا تنفر برات ایجاد میکنه، به هر طریقی بخوای پول داره، حالا دنبال رفیق میگردی. بشین بابا یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به مردم، تو همین بودی دیگه. حسه ولی عوض شده، رسیدی به یه قله ای، حالا میگه به هر قیمتی نیاد رو قله. مگه تو خودت منطقی رفتی بالا؟ تو هم به هر قیمتی رفتی بالا، بقیه هم این خودت، ولی چون حست عوض شده حالا از اون حاله به هم میخوره حالت. یارو تو مسیر شدن همه چی اینجوری ترجمه میکنه، همه چیو. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری، خدا رحمت کنه. فهمیده بود من تاریخ رو نگاه کردم، تو طول تاریخ همیشه امام حسین رو یه جوری گفتن که خودشون رو زیر نکنه. همه همین کاری کردن، ما هم داریم همین کاری میکنیم. امام حسین واقعی رو بخوای بشناسی بعد از حال امام حسین با خبر باشیم، مثلا دنبالش نیستیم بفهمیم تو چه حالی بوده. ما که فعلا صحنه جنایت کوفیان رو هر روز با چیز جدید تعریف میکنیم، بعدم خب بالاخره صحنه درامیه، بعد خلاصه درام وحشتناک هم هست اینا، چیز میکنه آدم هی بهش اضافه میکنه، هی قساوتش رو بیشتر میکنن، چون جلسه خوب اون جلسه‌ای که زار بزنن همه توش، زار زار گریه کنن. حالا معرفتم توش نبود، نبود گریه اصلا، خودش حاجا خود گریه یه چیزی توش هست. نه آقا کوفیام تا دلت بخواد گریه کردن هیچی هم توش نیست. حرف بی خود چرا میزنی؟ گریه با معرفت اندازه یه پر مگسش تو رو به خدا نزدیک میکنه، بی نهایت نزدیک میکنه. گریه بی معرفت هم یه اقیانوسش از تو یک ابلیس درست میکنه، اون سرش نپیدا. زیارت خانم معصومه بهشت واجب میکنه اگه حق معرفته ها بدونی کجا میری، اگه ندونی کجا میری چی؟ اون کربلایی که تو میگی 61 هجری امام حسین بوده و چه میدونم 20 نفر دور و بریاش بودن و زن و بچه و چند تا بودن، عددشون خیلی نیستش که، مگه چقدر بودن؟ حالا همچی میگی 72 تا فکر میکنی 72 تا آقا یلو مثلا چیو، پیر مرد و بچه و نوجوان. بابا انقدر بچه بود یه زره بهش نخورده حضرت قاسم، من از این یه بچه نحیب یه زره تنش نشد، یه زره نشد ببندن تنش بچه، یه کلا خود نشد برش بزن. امام حسین عمامه خودش رو واکد بس دور سر بچه اینجوری. یا اون پیرمرد حبیب ابن مظاهر، اصلا این پیرمرد آقا جنگ بدنی مگه علکیه؟ زهیر چند سالشه؟ فکر جوان 20 ساله است؟ فیلم که بازی نمی کنی که نشون میده یارو دو روز می جنگ خسته نمیشه. چرت اون حرف، یه شمشیر چیه؟ یه چوب، یه شمشیر پلاستیکی بردار یه ساعت تو همین حیات زیر این آفتابه بچرخون، پلاستیکیه رو کتفت میفته، جوونم هستی. هزار مدل پودر رو چه من چیزام میخورم بعضیا مکمل و فلان، علکی که باد نمیکنه چه ما باد نمیکنیم میام بعضی چون دنس خوب گیرم میاد میگیرش میگم آقا جنگ که بدم رود، مثلا میخوام امام حسین یه عدد کمی دور و برش بودن، ولی اون بر 30,000 نفر آدم بوده، تو بگو 3,000 نفر بوده، من سر عددش اصلا با تو دعوا ندارم. خوبه کدومشون رستگار کدومشون بدبخ؟ اکثریته که بدبخ شدن که، به کربلا رفتن نیستش که، به این ظواهر نیستش که، به معرفت، وزن عمل به معرفته. خب معرفت نباشه پر عمل باش، عمل بدون معرفت مثل که یک نوار قرآن بذاری اینجا تا صبح قرآن بخونه، رادیو به مقام ملائکت الله میرسه؟ یا یه به توتی یاد بده چه میدونم انواع اقسام ادویه رو یاد بده صبح تا شب توتی بشینه دعا بخونه، خب چی میشه؟ مثلا میشه قرقی؟ عقاب میشه؟ کار بی معرفت. منتها
این خودمونیم. حالا حاج آقا بی تأثیرم نیست، شما اینجوری هم نگو، نه بیا ادامه بده به حماقتت. خوبه دیگه، دستگاه امام حسین دستمون افتاده و ادامه بدیم، خوش میگذره، جذاب، نهار میخوریم مجانی، پول نمیدیم، بعد ما پول میگیریم، یه ده دیگه هم پول میگیرن، برنج فروش هم کاسبش خوب شد الحمدلله، اون که عدس میفروخ، لوبیا فروشه، روغن فروشه، نه همه جذاب، بعد دوره همین چقدر جذاب، دوره همین چه حالی میده، دور هم جمع میشیم، غذا میپزیم، قلیون میکشیم، حال میکنیم دیگه، خوشیم، در روز کیف، زن و بچه هم میخیال، بهانه هم داریم، آه محرمه دیگه، گور بابای زن و بچه، بیاید کیف کنیم با هم دیگه، بازی گرفتیم؟ آره بازی گرفتیم، محرم بازی. وقت نصف هیئتی الان زندانن به خاطر اتهام اختلاس و دزدی و هم چی بدهکاری و فلان. هیچ جان فکر این نیست که خب آبرو کیو داریم میبریم؟ مگه مجبوری آقا؟ مگه نمیخواد دور هم باشیم؟ بیاد بریم شمال، بیاد بریم دور هم، گور بابای زن و بچه میریم شمال، غذا درست میکنیم مفتی، من خودم بانی مفتی، بخوریم بریزیم بباچیم، خوش میگذره دیگه. چرا آبرو امام حسین ببریم؟ چرا از امام حسین یه تفسیر غلط بدیم که بعد یارو بگیره این دستش بگه این نظر مسلمانست راجع به امام حسین؟ 1400 ساله یه نفر نباید فکر میکرد بالاخره عایشه با پیامبر ازدواج کرد، چند سالش بود؟ یه خالی بندی گفتن شما باید ادامه بدی؟ یعنی یه دونه تون نرفتیم تحقیق کنیم ببینید این 7 سالش نبوده؟ یعنی نیست تو منابع؟ هست که ما که رفتیم دیدیم بود. یا نه حواس کردی دختر 7 ساله بگیری؟ خب تو مریضی، برو دکتر. شما یه سن رو نرفتی تحقیق کنی یه تهمتی رو برداری رو دوشو بیان بر، یه خالی بندی کردن یه عده‌ای درست کردن. آقا تاریخه، تاریخی که دست شماست، تاریخی که به اسم تاریخ میخونید، اگه علمشو نداشته باشی، اگه جامعه شناسیشو ندونی، این تاریخ نوشته رو کی نوشته؟ اینا بنی امیه نوشته، 500 سال هم دست بنی عباس بوده. اینا به تنها چیزی که اهمیت نمیدادن آبرو پیغمبر، اصلا آبرو پیغمبر، اصلا مگه به پیغمبر اعتقاد داشتن؟ اون جمله‌ای که یزید تو مستی گفت، میگه مستی و راستی، راستشو گفت. این نظر همه‌شون این بود. گفت لا بد هاشم و بالملک ولا خبر اونجا اولا وحی النزد. گفت بنی هاشم با حکومت بازی کرد، چه خدایی چه کشکی چه بشمی، ما مقاپیدیم ازشون. ما مقاپیدیم. یه ذره آقا شما تا قبل از داستان عاشورا تو گستره حکومت مسلمان ها برو از مردم سوال کن بگو اقوام پیامبر کیا هستن، به شما چی میگن؟ میگن ابو سفیان، معاویه، یزید، چون کار دست ایناست. امام سجاد تو شام داره اذان میگه، میگه یزید، اینی که گفت بابا بزرگ منه یا بابا بزرگ توه، نمیدونن کیه. تو فکر میکنی رسانه مثلا همین الان که رسانه هست مگه تو چیزی میدونی؟ رسانه ها همین امروز واسه ندونستنن، واسه تاریکی درست کردنه که حقایق معلوم نشه، واسه شلوغ بازی هن که به حق اومده. اخبار خود ما گوسفندی رو 20 سال هم پشماشو نزدن، هم چند سال رئیس جمهور فلان جا اومد پشما اینو زد. خب میدونم تو مسخره ای؟ آره خب مسخره ای تو. این خبره که تو باید برای ما پخش کنی، این واسه اینه که تو حقایق رو نفهمی. دقیقا وقتایی که شروع میکنن یک سری اخبار خونسا پخش کردن، شلوغ کردن، کارا اصلیشون رو انجام میدن، هیچ کم با خبر نه، اصلا رسانه اومده تو نبینی. داستان انفجار اطلاعات چیه؟ انقدر خبر بهت میدم قدرت تحلیل رو ازت میگیرم، ولی خبری که من میخوامو میشنوی یا چیزی که من میخوامو تو متوجه میشی، چیزی که من نخوام متوجه نمیشی، چون من قدرت دارم با رسانه تیتر درست کنم، من تیتر سازی میکنم تو رو بزنم سر کار. چه برسه اون موقع که اصلا رسانه‌ای نبوده، اون موقع پادشاه بوده، نوشتن کتابت هم دست پادشاه بوده. تا 150 سال بعد پیغمبر شما کتابت در بین مسلمان ها ممنوع بوده، اجازه نمی دادن کسی راجع به پیامبر مطلبی بنویسه. انصاف هم چیز خوبیه، اصلا دین نداری بابا، انصاف، انصاف چیز، انصاف حتی جز دینه، نمیشه بدون انصاف دین، یکیه.
انصاف داشته باش بابا. تو که میگی من محب اهل بیتم، محب پیامبرم، مسلمونی از هر فرقه ای که میخوای باش، من اصلا اینجا به عنوان شیعه حرف نمیزنم، من به عنوان انسان دارم صحبت میکنم برای شما. تو مسیحی، سنی، شیعه ای، مسلمان، هر چی، اگه میخوای این پیامبر رو بشناسی بی انصاف نباش. کار دست کسایی افتاده که ذره ای بهش ارادت نداشتن. بابا 3 سال حکومت کرده، 1 سال حسین رو کشته، 1 سال مکه رو داده آتیش زدن. آقا خلیفه رسول الله مکه رو، خانه امن خدا که محرمی یه پشه رو نمیتونی بکشی، آتیش زده، آدم ها رو کشته اونجا، بعدن هم رفته مدینه رو نابود کرده. بعد این به پیامبر رحم میکنه؟ بعد حالا چیزی که اون بافته رو تو باید بگیری دست بگی این بوده، چون با مزاق تو میسازه. حتی مزاق نمیدونم، مزاق آدم سالم فکر نکنم بتونه با دختر بچه ازدواج کنه، مگه واقعا سادیست داشته باشه؟ یه دختر نابالغ تو چه مریضی تو؟ ما یه تهمت به پیامبر دفع نکردیم، امروز افتاده دست یه عده تهمت زدن به پیامبر. شما الان رسانه دارید، 24 ساعت هم رسانه دسته، چند تا تلویزیون داره الان اینا؟ من نمیدونم چند تا شبکه داره، چند ساعت در روز شما برنامه دارید؟ هنوز تو فضا مجازی تو مینویسن امام حسین تو طبرستان آدم کش. خب شما دین ندارید، نمیدونم چی ندارید شما، چیه امام حسین؟ بابا خب یک برنامه بذار نوجوانه تو دینشون به آقا این سال فلان هجری به دنیا اومده، فلان سال جنگ شده، اصلا بچه بوده، اصلا نبوده، اصلا حکومت اینو بازی نمیداده، باباش خلیفه نبوده که، یکی دیگه خلیفه بوده اینا رو بازی نمیداده، غیر این که اینا نمیرفتن تو بازی، اونا هم اینا رو بازی نمیدادن. ببین دارم حرف علمی میزنم، اصلا بس توهین به هیچ کی نیستا، من نوکر همه تونم، هر اعتقادی هم دارید من خاک پاتونم. بخون عثمان به علی ابن ابی طالب میگه شما از مدینه برو، من احساس میکنم مشکلات حکومت من شمایی. حضرت فرمود شما تشخیص میدی؟ گفت آره. گفت من میرم. رفت حضرت از مدینه، رفت بیرون، اوضاع احوال بدتر ریخ به هم، خودش پیغام فرستاد که آقا شما برگردیم. حضرت برگشت، دوباره حضرت مشاور گرفت، دوباره اوضاع ذره تصفیه شد، اومدن یه ده گفتن بابا اصلا این علیو بفرست بره دیگه. اومد دوباره به حضرت گفت شما برید، دوباره حضرت رفت. برو بخون. بعد شما میگی امام حسین سلشکر فلان بود، امام حسین پاش به ایران رسیده، چی میگی؟ آقایون آدم مهربان نمیتونه خشن باشه. آدمی که یه جا خشنه یه جا مهربون، اصلا مهربونی خشنه. شما تو کربلا صحنه خشونت از امام حسین میبینید؟ دخترش اومده دسته اسبو بغل کرده، بعد گفته بابا اسب بیا پایین، حالا اونام دارن عربده میکشن، دا حسین ترسیدی رفتی لا زنا ترسو، دارن دریوری میگن مسلمونا ها، مسلمونا میزدن با شمشیراشون به سپراشون سر صدا درست میکردن بترسونن بچه‌ها رو، زنا رو. بعد عربده توهین فوش داد بیداد، مدلشون اینجوری بود. برو خصوصیاتش هم رو بخون، به شدت بد زبان، اهل نیش و کنایه، اصلا توجه نکرده. گفت جونم بابا، گفت اسب بیا پایین، اسب اومده پایین، منو بهشون رو زانو نشونه زن موانشونه کن. بعد این آدم کسی که مثلا بگه برید بکشید، له کنید، فلان کنید، بچه رو خودش نگرده. جنگجوترین آدم تو ذهن تو تو کربلا کیه که هم جوونه هم فنون رزم بلده هم میتونه خوب به جنگه؟ کیه به نظر شما غیر از ابوالفضل عباسه؟ بهش اذن جنگ داد اون لحظه ای که اومد گفت سینم دیگه تنگ شده برادر، یه مشک داد بهش گفت داشت برای بچه آب میاری شما؟ یعنی ما برای جنگ نیومدیم؟ اصلا امام حسین رو نشناختیم رفیق. امیرالمومنین میخواد معرفی کنه کربلایی ها رو، میگه چی؟ تو صفین وقتی داشت میرفت صفین، وقتی بر میگشت آرن صفین رسید به کربلا، حضرت از اسبش پیاده شد خاک و برداشت، فرمود ها هنا مسار و عشاق شهدا. اهل بیت ام داشتن کلمه عشق رو به کار نبرن چون کسی لایقش نیست.
شاید تنها جایی که روایت داریم کلمه عشق استفاده شده همینجاست. فهمون نه در گذشته مثلشون بوده نه در آینده مثلشون میاد. امام حسین وقتی علی اکبر رو به زنها میگه رهاش کنید، میگه علی اکبر چیه؟ میگه رها کنید، ممسوسون فی ذات الله، میگه این مجنون خداست. مثلا داستان اینه، ما اومدیم عشق یک انسان رو به خدا نشون شما بدیم، همین. و ما برنده شدیم چون تونستیم این عشق رو نمایش بدیم. و اون وقت همه دارن از این استفاده میکنن غیر مایی که ادعاشو داریم. ما امام حسین خرج امیال خودمون کردیم، عقده حکومت و چه میدونم قدرت و فلان و فلان داریم. یه حسین درست کردیم، خب بزن لکن چی کن بگیر. خب حالا گرفتی، بعد امام حسین خرج کردی که مثلا به قدرت برسی، خب حالا رسیدی، بعد چی میشه؟ بعد یه کاری کردی، پسر آرزوش بچه پا منبر، آرزوشه که اگه امام حسین مثلا اینجوری میشد پیروز میشد. میدونم مگه شکست خورده؟ مگه شکست خورده که شما دنبال پیروزیشید؟ امام حسین ذهنت شکست خورده؟ امام حسین تو کربلا شکست خورده که شما آرزو داری آخ کاش پیروز میشد؟ مگه شکست خورده؟ خب تو ذهنته که شکست خورده، میگه کاش پیروز میشد، کوفه رو میگرفت، دهنت گزید و سرفیه حکومت رو میگرفت. خب من چیکار میکرد؟ امام حسین تو کربلا پیروز شده، خانم زینب به امام سجاد فهمون ما بردیم، ما برنده شدیم، ما میخواستیم یک حقیقتی رو به مردم نشون بدیم، نشون دادیم. و اینجا زیارتگاه میشه، عشاق جمع میشن اینجا، ما اومدیم عشق رو به نمایش بذاریم، گذاشتیم تموم شد. دنبال چی میگردیم؟ ما کار دیگه نه، ما به حکومت هم رسیم میخواستیم همین رو بگیم، گفتیم. ما به ابزار نیاز نداریم برای گفتن حرفمون، ما گفتیم. ما تو سیاه چال باشیم مثل امام کاظم 14 سال، یا ما رو بذارید بالا دارو چندان منبر دالور اماره بشیم علی ابن ابی طالب، یا بذارید ما سر ما رو رو نیزه، یا سجاده از زیر پای ما بکشید، یا ما رو ببرید تو پادگان محصور بکنید، یا بذارید ما رو لتوپار کنید. ما اومدیم به شما بگیم عاشق باش و گفتیم، ما حرفمون رو زدیم، ما به ابزار نیاز نداریم برای گفتن حق. اصلا تو نمیتونی مانع من بشی واسه اینکه من حرفمو بزنم. تو هر کاری بکنی به من کمک میکنی، تو هر چی تاریک تر باشی نور منو بیشتر میبینن مردم. خورشید رو که نمیشه تو پستوی خونه مخفی کرد، نورش میزنه چشم همه رو خیره میکنه. تو حالا خورشید بودی تو تنور چی فکر میکنی؟ آقا اینا همه کاری کردن حسین رو خار کنن. بابا این عزیزه، هر چی تیکه تیکش کنی بو عطرش بیشتر میشه، مثل گله، لهش کن بو عطرش بیشتر میشه، نمیتونی جلو عطرش رو بگیری. نفهمیدیمش، نفهمیدیمش. و چقدر بده که نه، و چقدر بده که ما عمد داریم، که چقدر ما مقاومت میکنیم جلو فهمی. آقا بس، آقا دنبال چی میگردی؟ دنبال قدرتی؟ دنبال شهرتی؟ دنبال بیا من بهت میدم، بیا هر کجا میخوای بیا. انقدر راه داره برای مشهور شدن، انقدر راه داره برای به قدرت رسیدن، انقدر راه هست برای رسیدن به حکومت. برای این همه تو دنیا قدرت دادن، مگه حسین رو خرج این کارو کردن؟ خب نگان اینو، ولش کن. طرف جمع کرده بی نظیرها رو در عالم که بیاد یک نمایشی رو تو نیم روز، همه یه خلقت رو تو نیم روز تفسیر بکنه و موفق شده و برده. خانم زینب میگه ما رأیت الله جمیلا. آقا صحنه دیدنی بود، باید رو تله زینبیه وای میستادی ببینی تمام عظمت عالم برای دستگیری از بشر زیر دست و پای یه نفره داره لهش میکنه و او دنباله چیه؟ او تو چه حالیه؟ تو چشمه شم رو میبینی؟ تو چشم حسین رو ببین که داره عشق ازش میاد. بهش گفت ها دنبال حکومت اومدن این چیزها رو هم داره. میگه با چشاش به من اشاره کرد بیا نزدیک. انقدر تیر تو این بدن زده بوده، انقدر خون رفته بود. میگه گوشم بردم مقابل دهانش، گفت دارم برای تو گریه میکنم. کجایی بابا؟ کجایی رفیق؟